شهر فرگوسن دیروز در سکوت و اندوه سالگرد مرگ مایک براون، نوجوان سیاهی را که سال گذشته در تیراندازی از سوی پلیس کشته شد برگزار کرد. کشته شدن او موجی از ناآرامی در فرگوسن و سایر شهرهای آمریکا در اعتراض به نابرابری نژادی برپا کرد. اعتراض تنها از سوی مردم کوچه و خیابان نبود، بلکه مقام‌های رسمی و رسانه‌های آن زمان نیز واکنش نشان دادند. وقتی شما می‌بینید که سیستم قضایی مطابق آنچه بر دیوار دیوان عالی کشور حک شده که می‌گوید برابری حقوقی طبق قانون عمل نمی‌کند، لطفاً متوجه باشید که واکنش قابل فهمی در برابر آن وجود خواهد داشت. ما 4-5% جمعیت جهان هستیم و از هر 4 نفرمان یکی در این کشور زندانی است. پس دلیلی برای نگرانی وجود دارد. نتیجه تحقیقات بعدی وزارت دادگستری آمریکا نیست. حاکی از رفتار ناعادلانه نیروهای پلیس با سیاه‌پوستان فرگوسن بود. داستان فرگوسن که به دنبال حضور پلیس در پی گزارش سرقت از یک فروشگاه محلی در اوت سال 2014 آغاز شد، در نهایت به تیراندازی و مرگ مایک براون منجر شد. در مراسم دیروز مردم 4.5 دقیقه به احترام قربانیان سکوت کردند و شمار این دقایق را از حدود 4.5 ساعتی که جسد مایک براون بر زمین افتاده بود الهام گرفتند. در پایان مراسمی که آرام برگزار شده بود، درگیری بین پلیس با فردی که مظنون به حمل سلاح بود موجب زخمی شدن او شد. به گفته پلیس سنت لوئیس، فرد مضروب که توسط پدرش شناسایی شده حدود 18 سال سن دارد و از دوستان نزدیک مایک براون بوده است.